اگر سمارت واچ دارین این دایره لغات به شدت به دردتون میخوره. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدئویی که الان براتون گذاشتم قبلا راجع به place و person صحبت کرده بودیم. امروز میخوایم راجع به object صحبت بکنیم که object میتونه دسته‌بندی های مختلفی داشته باشه. میتونه یه چیزی که شما از قبل داشتین باشه یا اینکه میتونه یه هدیه باشه. میتونه راجع به یه چیز قدیمی صحبت بکنین یا راجع به یه electronical device صحبت بکنین، یه مثلا یه چیزی که الکترونیکی بوده صحبت بکنین و یا هر شیء دیگه‌ای باشه. واژه اولمون سینکرونایزه. سینکرونایز کی به کار میره؟ موقعی که یک دستگاه با یک دستگاه دیگه اینا با هم لینک میشن و سینک میشن. پس میگیم It synchronizes with my phone easily. چه کارهای دیگه میتونیم با سمارت واچمون بکنیم؟ مثلا میتونین کانتکتتون رو چک بکنین. So you can check your contacts and photos in your smartwatch. علاوه بر اون نوتیفیکیشن هم براتون میاد. پس میگیم I receive notifications every day for every messages. کار دیگه ای که میدونم اکثرا انجام میدن اینه که میرن بیرون مثلا ورزش میکنن، میدونن راه میرن، پس میتونه قدم هاتون رو بشماره یا میتونه به جای شمردن میگیم محاسبه بکنه. It tracks your goals. It tracks your exercises. For example, you go walking, you go running, so every single steps can be tracked by my smartwatch. کار کردن با اون دستگاه خیلی راحته، پس user friendly. So working with my smartwatch is really easy and user friendly. It comes in handy where it's a kind of useful object in my house that can be used by me every single day. راجع به کارهایی که میشه با اون smartwatch انجام بدیم صحبت کردیم. الان میخواییم راجع به ظاهرش صحبت بکنیم. یعنی مثلا بگیم که یه ظاهر ساده داره، یه ظاهر مینیمالستیک داره، یه ظاهر جذاب داره و فشنه. خب تمام این چیزایی که گفتم رو دونه به دونه براتون مینویسم. اولیش میشه چی؟ مثلا ظاهر خیلی جمع و جور و مینیمالستیک داره، پس شد مینیمالستیک. The design of that is minimalistic or it has a kind of minimalistic design. Elegant, stunning, and stylish. All of them are related to the appearance of something. پس همه اینا برای ظاهرش به کار رفت. و همه تون میدونین که الان سمارت واچ یه اکسسوری فشنه و این روزا همه جوانا دوست دارن یه سمارت واچ داشته باشن. So nowadays is a kind of fashion accessory. پس با استفاده از این دایره لغات میتونید یک شیء رو دیسکرایب بکنین و توصیفش بکنین. حالا اگر اون شیء رو از کس دیگه‌ای گرفتین این رو به این صورت میگین. I inherited that from my mother. یعنی از مادرم به ارث بردم. پس I inherited that from my mother. That اون رو. پس اون هر چیزی میتونه باشه. ممکنه دارین راجع به یه رینگ صحبت میکنین. ممکنه دارین راجع به یه گردنبند صحبت میکنین. پس میگین I inherited from my mother. حالا میخواین بگین من اینو در آینده هم میدمش به بچه خودم، میخوام مثل مادرم که از مادرم گرفتم میخوام اینو بعدها بدم به فرزند خودم. So I will hand it down to my children. Hand something down. Hand down. قطعا واژه های دیگه ای هم هست که برای دیسکرایب کردن یه شی به کار میره. این چند تا مورد های کوچولویی بود که من دوست داشتم براتون توضیح بدم. اگر شما برای دیسکرایب کردن یه شی کلمه دیگه مد نظرتونه لطفا برای من کامنت کنین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و کامنت بذارین. خدافظ.